أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أول ترز هما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ثانیاً الله متعال را سپاسگزار هستیم که توفیق عنایت فرمود که در اولین روز همایش همدلی و مهربانی گرد هم جمع شویم. این همایش به دو علت برگزار شده و گرفته شده. اولی که وضعیت کشور، وضعیت فعلی کشور ما ایره ایجاب میکنه که با هم مهربان و هم دل باشیم، با هم صمیمی باشیم، اخوت و برادری ما بیش از پیش باید محکم و استوار باشه. یکی علتش به این خاطر است. علت دومیشی است که دین یکی از اهداف اساسی و اصلیش آسانگیری هست، همدلی هست، مهربانی هست، اخوت هست، صمیمیت هست و تسامح هست، شفقت و عفو و گذشت هست. موضوعی که امروز بیان میشه در مورد آسانگیری و نرمی در دین اسلام هست. ایره در ابتدا براتون یادآوری میکنم که آسانگیری و آسانی و نرمی در اسلام به این معنا نه که کسالت، تنبلی و سستی، منظور این نیست. یعنی آسانی هایی که در دین وجود داره بیان میشه که ما را یا سر خود سخت کردیم یا سخت بیان شده، یا سر خود سختش کردیم بدون کدام علت یا بدون کدام دلیل. یک موضوع را سر خود ما خود ما سخت گرفتیم در حالی که اسلام تو نفرموده. الله متعال در قرآن کریم می فرماید که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طه نام رسول الله است. مگه ما این قرآن کریم را به این خاطر نازل نکردیم که تو بدبخت شوی، ای به خاطر خوشبختی و سعادت و سرفرازی و سربلندی تو هست ای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و کسایی که از تو پیروی میکن. اسلام نه دین افراد هست و نه دین تفرید. یهودیت یا در دین یهودیت افراطیت بود. پیش از اینکه افراط و تفریط را در دین یهودیت و مسیحیت بیان بکنیم، خود افراط و تفریط چی را میگه؟ افراط زیاده روی، تند روی، سختگیری را گفته میشه و تفریط زیاده روی در آسانگیری، این را تفریط گفته میشه. در دین یهودیت افراط زیاد بود،
یعنی سختگیری زیاد بود. اما در دین مسیحیت باز تفریط، زیادروی در آسانی زیاد بود. اما دین اسلام دینی است که در بین افراط و تفریط قرار داره، نه سخت هست و نه آسان هست. آیت قرآن کریم است، الله متعال می فرماید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ما شما را امت وسط قرار دادیم، امت میانه رو. یا به تفسیر سید قطب رحمه الله، امت میدان، وسط میدان. و این میانه روی در همه معاملات مد نظر هست، چی در معاملات باشه، عبادات باشه، معاشرات باشه، مسائل اجتماعی باشه، مسائل فردی باشه، در هر مورد میانه روی را اسلام انتخاب کرده، اما حد وسط و اعتدال را انتخاب کرده، حد میانه را که نه بالای مردم خیلی سخت باشه و نه خیلی بالای مردم آسان باشه، اما وسطش. افراط در دین باعث خشم مردم، باعث دلسردی مردم میشه اگر افراط میبود، و تفرید در دین باعث کسالت و تنبلی مردم میشه. علت افراط که گاه اوقات ما افراط میکنیم یا تندروی میکنیم یا سختگیری میکنیم جهل است. گاه اوقات اگر از ما سختگیری صورت میگیره یا سخت میگیم یا سختروی میکنیم یا تندروی میکنیم، علتش جهل است. اگر درست دین فهمیده شود، دین درست فهمیده شود و درست دانسته شود، در دین سختگیری وجود نداره. این دین با طبیعت و فطرت ما انسان ها سازگار هست. هر جای اگر کدام چیزی، البته فطرت سلیم باشه، کدام حکم خدا یا حکم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم سر ما سخت تمام میشد، بفهمین البته که فطرت سلیم باشه که یک قسم دیگه بیان شده، یک قسم دیگه بیان شده که نباید اقسم بیان میشد. در ابتدا ما یادآوری کردم که آسانگیری از دید اسلام، از دید سکولارانه. ایتو نشه که آسانگیری به ایمانو که دیگه مسجد آمدن ممنوع، آسان است دین دیگه پروا نداره. مسجد من نمیرم چون که آسانگیری در اسلام هست، من در نماز جمعه نمیرم چون که آسانگیری در اسلام هست. آسانگیری به این معنا نیست، این آسانگیری از دید سکولارا هست. از دید سکولارا ما بیان نمی کنیم، از دید اسلام بیانش می کنیم. یعنی اسلام امو قسمی که هست، اسلام امو قسمی که هست، امو قسم او را آسانگیری گفته میشه. گاهی اوقات در بین الفاظ بعضی سکولارا و بعضی بیدینای چیز دیده میشه، میگه ما اسلام معتدل میخواهیم. یعنی از این معلوم میشه که اسلام معتدل نیست، اسلام برابری و برادری نداره. این به این معنا هست که اسلام معتدل میخواهیم، یعنی که اسلام اعتدال نداره، در حالی که اصل و بنیاد اسلام اعتدال میانه روی هست. ضرورت به این است که ما اسلام را چیزش را کم کنیم یا چیزش را زیاد کنیم که باش اسلام معتدل شود، نه خیر. با وجود داشتن جهاد در اسلام، اسلام دینی معتدل هست. با وجود دعوت و خدمت به مردم و مردم را به سوی اسلام دعوت کردن، اسلام دینی معتدل هست. کجای اسلام آسانی داره؟ یک یک بیان میکنیم، بخش عباداتش را بیان میکنیم، بخش معاملاتش را بیان میکنیم و بخش ازدواجش را بیان میکنیم، ورنه تمامش بیان نمیشه که در هر بخشی از دین، چه احکام دنیوی باشه و چه اخروی باشه، اسلام آسانی رو مد نظر گرفته. در اسلام که داخل میشی، یکی از آسانگیری های اسلام داخل شدن به اسلام اینمیه که فقط بگی لا اله الا الله محمد رسول الله، بس خلاص، خیلی آسان هست. در دیگه ادیان قسم نیست. در دین مسیحیت داخل میشه، اول تو رو میبره در داخل یک اوز، در داخل یک حوض، اونجا خوب به اصطلاح تو رو شنا میده که خوب یک دفعه خوب تایت مسیحیش به اصطلاح خوب مسیحی پخته و بار به از اسلامی تو نیست. فقط کلید وارد شدن به اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله هست. خیلی آسان هست، ضرورت به کدام تکلفات نداره، ضرورت به مقدمات و به انتها و چیز نداره، فقط لا اله الا الله محمد رسول الله که از اخلاص قلب گفته شوی، انسان تمام گناه های گذشته عفو میشه. یکی از آسانگیری های دین هست. در بخش فهمیدن اسلام که اسلام سخت است یا آسان، تمام احکامی که در اسلام وجود داره در قرآن کریم و سنت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بیان شده. الله متعال
در قرآن کریم ارشاد می فرماید که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن را به خاطر پندگیری آسان کردیم. قرآن خیلی آسان است. دیگه ادیانی تو آسان فهمیده نمیشه. خیلی احکام آسان داره قرآن کریم. اگر یک انسان قصد کنه تجوید قرآن کریم را در مدت 3 ماه خیلی خوب یاد میگیره، البته مکمل تجوید، ورنه قرآن کریم یاد گرفتنش یک ماه اضافه تر نمیخواه. ما تو فکر میکنیم که یک نوع سخت است، ولی الله میگه که قرآن کریم برای ذکر، برای پند گرفتن، پند گرفتن برای قرآن که از قرآن آدم پند بگیره آسان هست، یاد گرفتنش باز خیلی آسان خواهد بود. در مورد تطبیق عملیش عمل الله متعال مد آسانی رو مد نظر گرفته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله متعال هیچ نفس رو مکلف نکرده مگر با اندازه و توان وسعش. با اندازه وسعش چقدر توان داره؟ به مو اندازه. از ما الله نخواسته که شما هر روز روزه بگیرن، هر چقدر توانایی داری روزه ای نفلی ده. که ما سر خود سخت میگیریم، از توان خود بالاتر میگیریم، اشتباه میکنیم. پس در بخش تطبیقی برای ما بیان کرده که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ نفس را الله متعال مکلف نکرده، سرش نکرده لازم مگر به اندازه توانش چقدر توان داری. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الدین یسر، دین آسان است. اگر کدام روز ما یا کدام عالمی یا کدام دعوتگری یا کدام مسلمانی تندروی میکنه یا سختگیری میکنه، او از اسلام نیست، از خود مسلمان هست. ما شاید اشتباه کنم، ما شاید سختگیر باشم، ما شاید تندرو باشم، اما اسلام ما نیست. چیزی که در ما میبینین، ما سخنگوی رسمی اسلام نیستم، یا کدام کسی کدام عالمی اگر باشه او سخنگوی رسمی اسلام نیست. اسلام سخنگوی رسمی نداره. که شما اسلام را از اعمال ما بشناسین یا از اعمال کدام کسی دیگه بشناسین یا کدام اعمال یا کردار یک پیشوا بشناسین، اسلام خودش اسلام هست، از خود برنامه داره، از خود تعریف داره. پس این الدین یسر، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که اسلام آسان هست، دین آسان هست. سختگیری در دین نیست. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه هلک المتنطعون، میگه هلاک شدن او کسایی که بالای خود سخت گرفتن. در گذشته ها در دین هایی که یا ادیانی که قبل از اسلام بودن، اونها سختگیری کردن، هلاک شدن. یک حکم نازل میشد، نزد پیامبر خود میمند، از حکم پرسان میکنن، کنجکاوی میکردن در این حکم، سخت میگرفتن بالای خود، بالاخره حکم سرشان سخت میشد و عبادت سرشان سخت میشد. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرماید، میگه ایاکم و تنطع، خود را از سختگیری دور کنه. ایاکم و تعمق، خود را از عمیق رفتن در مسائل خودداری کنن. ایاکم و تعمق و علیکم بالعتیق. چی معنا؟ معنایش این است که شما پشت الله و رسول الله را و پشت ابوبکر و عمر و عثمان و علی را بگیرید، اون خودش دین هست. در یک مسئله خودتان سر خود سخت نگیرین، خود را دوم مشقت نندازین و خیلی کنجکاو در یک مسئله نباشین. گاهی اوقات یک نفر سوال میکنه می شیطان ریش داشت یا نداشت؟ ما را در ریش شیطان چی؟ خاکم شیطان را ما ریش بفهمیم، این فایدهش برای ما چی است؟ قبر آدم علیه السلام در کجاست؟ خود چی کنیم ما قبر آدم علیه السلام را؟ این قبرش در هر جایی که باشه. آدم علیه السلام چند گز بود؟ چند متر بود؟ ما چی کنیم مسائل را؟ ما سر خود سخت میگیریم. اون روز یک نفر سوال کرد، برای ما زنگ زده بود، گفت قاری صاحب امین نمازا چرا یک نماز 4 رکعت، نماز صبح 4 رکعت است، پیشین 10 رکعت است، نماز عصر 4 رکعت است، پیش نماز شام 5 رکعت است، نماز خفتن 9 رکعت است، این چه علت خود داشت؟ ما گفتم بزرگترین علت برای ما است که رسول الله می قسم انجام داده. بزرگترین دلیل برای ما این نمی هست، ما دیگه از او بیشتر کدام دلیل ضرورت نیست که ما بگیم که چرا 4 رکعت است. اگر طبق معامله ما باشه باید نماز صبح 10 رکعت می بود، به خاطر که صبح آدم سرنشاط می باشه، طبیعت به اصطلاح جور می باشه، درکت باید می بود اگر در طبیعت ما باشه، اما الله میگه نه خیر 4 رکعت، اون 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت. اینی چیزهایی است که ما گاه قدس سر خود سخت میگیم چرا این قسم شده، این ماه رمضان چرا در یعنی روزه گرفتن در ماه رمضان، چرا در شعبان نیست. این چیزهایی است که بی فایده است، لا یعنی است، بی معنا است. ما از خود برای خود یک سوال ایجاد میکنیم.
الله متعال میفرمه یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبد لكم تسؤكم. ای مؤمنین شما از او چیزهای سوال نکنید که اگر براتون گفته شود سرتون سخت میشه. یک روز یک شخص نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، رسول الله برش از حج بیان کرد که حج فرض است. یک نفر از یک جای بلند شد گفت یا رسول الله هر سال فرض است؟ رسول الله گفت اگر ما بگویم که بله باز هر سال سرت فرض میشه خو نکو سوال دیگه. اگر ما برات بگویم که ها هر سال فرض است، آیا تو توانایی از این داری که هر سال بروی حج؟ نداری تواناییش را. پس گاهی اوقات ما یک چیز را سوال میکنیم سر خود، یا از کس سوال میکنیم سر خود سخت میگیریم. نخیر اون قسمی که اسلام بیان شده، حلالش واضح است، حرامش واضح است و بینهما متشابهات و بینش بعض متشابهات وجود داره، لا یعلمهن کثیر من الناس، که اکثریت مردم رو نمیفهمه. حرام یک چند کلمه در قرآن کریم وجود داره که اینی حرام 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 از دک از یه انگشت ما شما شاید اضافه تر نشوه. این چیزها در اسلام حرام است، دیگه کلش حلال است. ما سر خود سخت میگیریم از این موبایل استفاده کردن حلال است؟ خود دیگه خود در قرآن نمیاد که حرام است استفاده کن. این موتر سوار شدن در اسلام است یا نیست؟ در اسلام نگفته که سوار نشو، سوار شو دیگه. ما سر خود سخت میگیریم که شاید نباشه. یخن پوشیدن چه قسم است؟ برای مولایا و قاریا شاید یخن پوشیدن خوب نباشه. ده هیچ جای قرآن کریم نمیده که باید نپوشه. چرا سر خود سخت میگیریم؟ ما از خودی تو فکر میکنیم که دین ناتکمیل است، چند چیز رو باید من اضافه کنم. یک چند چیز اگر من پیوند کردم شاید دین خیلی خوب زیبا شه. نه خیر، زیبا نمیشه، زیبا هست دین. آیات قرآن کریم در مورد آسانی در دین، الله متعال میفرما یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله متعال بر شما اراده آسانی داره. اگر نمیفهمیم ولا یرید بكم العسر، اراده سختی نداره الله متعال سر شما. این ما هست که سر خود سخت میگیریم یا بالای مردم سخت میگیریم. چیز را سرش سخت میکنه بالاخره از دین متنفر میشه. یرید الله ان يخفف عنكم. الله متعال اراده داره که سر شما آسان بگیره، سر شما سهل بگیره. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله متعال در دین حرج واقع نکرده، در دین سختی واقع نکرده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تمامش آیات قرآن کریم هست. تو مکلف نیست مگر به اندازه توانت. یک نفر سعادت روزه داره دوشنبه پنجشنبه فقط که فرض باشه، اما قدر محکمش گرفته که هیچ رهایش نمیکنه. نماز اشراق رو امو قسم میخونه مثل که نماز فرض باشه، ترک کرده ایش نمیتونه، در حالی که رسول الله ترک کرده گاهی اوقات. ما امو قدر سر خود سخت میگیریم. ما از رسول الله کرده با تقوا نیستیم، که ما از رسول الله کرده با تقوا شما پیشرفته تر شما، که باز موردش انشاءالله گپ میزنیم. ابن مسعود رضی الله عنه یک حدیث از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، میگه حرم علی النار کل هین لین سهل قریب من الناس. حرام است آتش بالای کی؟ بالای هر انسانی که نسبت به دیگه مردم آرام است، نسبت به دیگه مردم آسانگیر است، نسبت به دیگه مردم نرمخو است و به مردم نزدیک است. جسمی از این انسان بالای آتش حرام است که آسانگیر باشه، نرمخو باشه، آرام باشه و به مردم نزدیک باشه. این انسان جسمش بالای آتش حرام میشه. این رسول الله از رسول الله روایت کرده. از این معلوم میشه که اگر ما این بخش دیگه طرفش رو بگیم برعکس کنیمش، با سخت میشه دین سر مردم. بازی جسم شاید برای آتش که آتش بسوزنه شاید خیلی نرم باشه، آماده باشه. یوسف قرضاوی حفظه الله میفرمایه برای علما میگن، برای دعوتگرا میگه که شما دین را از دو علت آسان بگیرین، به دو خاطر شما دین را سر مردم آسان بگیرین. یکی که دین خودش آسان است، به این خاطر آسان بگیرین دین، اما قسمی که از برای مردم بیان کنن. دوم از این خاطر دین را آسان بگیرین که این عصر عصر ابوبکر نیست، این عصر عصر عمر نیست، این عصر عصر علی و عصر عثمان رضی الله عنه نیست، این عصر عصری هست که ما در قرن 21 زندگی داریم. مردم توانایی یک روزه نفلی گرفتن نداره. ما رو میگیم باید تو هر دوشنبه و پنجشنبه باید روزه داشته باشه، 100% باید داشته باشه. یه عصر ابوبکر نیست که اونها آماده برای هر چیز باشن، یه عصر عمر نیست که هر کس آماده فتوحات و آماده رفتن به جنگ اشتراک کردن باشه. عصر ما با عصر ابوبکر خیلی فرق داره. پسی بود مقدمات در مورد آسانگیری در اسلام. در بخش عبادات ببینن که اسلام چقدر آسانی رو مد نظر گرفته، خیلی آسان بیان کرده.
در بخش عبادات میگه نماز را اگر استاده نمیتونست نشسته بخوان نماز را، اگر نشسته نمیتونست در پهلو بخوان، اگر در پهلو نمیتونستی با اشاره بخوان، حتی بخواب پایت درد میکنه پایت را به طرف قبله کن نماز را بخوان، هیچ پروا نداره، مشکل نیست، آسان هست. نگفته که باید 100% استاده باشی، اگر نشو استاده امکان نداره، این تو نیست. ای از آسانی های دین هست. در مورد نماز جمعه میگه که نماز جمعه بالای مریض، بالای مسافر، بالای نابینا فرض نیست، ولی اگر انجام بده گناهکار نمیشه، بلکه بیشترین ثواب را میبره. بالای مسافر 100% نیست که باید نماز جمعه بخونه، بالای مریض نماز جمعه فرض نیست، بالای نابینا نماز جمعه فرض نیست، ولی اگر بخونه مشکل نداره. ولی از بخش آسانی های دین متوجه هستن، آسان کرده، سخت نیست. حالا اگر مریض می بود میگه 100% نماز جمعه باید برم خدا برسانم به مسجد جامع خدا برسانم که نماز بخونم، سخت میشد سرش، اما با طبیعتش رو آماده کرده دین ره. در مسافرت میگه اگر نماز ره واجب است که باید 4 رکعت فرض و 2 رکعت بخونه، سنت ها را نه، سنت ها مسئله جداگانه داره. 4 رکعت فرضت باید 2 رکعت شوه، واجب است که باید تو را آسان بخونه. اما بعضی کسا به اصطلاح دین رسد خود سرخ کرده، میگه نه از 4 از 2 رکعت شده، ولی 4 رکعت خوب است. نه خوب نیست، نکو دیگه. مو در وقتی که 4 رکعت در حضور تنه در غیر مسافرت سرت فرض بود، در مسافرت در نزد امام ابو حنیفه رحمه الله 2 رکعت بالای فرض است، از فرض 2 رکعت بالای فرض میشه، از اون اضافه تر نه. خیلی مردم می نماز رو مثال ها می قسم انجام دادن، میگن نه باید 4 رکعت بخونم، والله ازی کرده که مزید 2 رکعت کرده 4 رکعت ثوابش شاید بیشتر باشه. نه خیر، رکوع 1 دانه است، اگر 2 دفعه رکوع کرده نماز فاسد میشه، نکو 2 رکعت، 2 رکوع نکو. این صوفی گفتن گفته نمیشه. سجده 2 دانه است، اگر 3 کردش نماز فاسد میشه. نماز صبح 2 رکعت فرض است، اگر 4 رکعت کرده اشتباه کردی و دین برات گفته که این قسم از این اضافه ترم اشتباه است، از او کم ترم اشتباه است. پس این از آسانی های دین است. یک روز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در مسجد داخل میشه که در ستونی یک رسمان بسته است. از صحابه سوال کرد، گفت ستون این رسمان است کی است؟ گفتی از زینب است. گفت چی میکنه؟ گفتی عبادت میکنه، وقتی که بالایش سختی میه خود را بر رسمان بسته میکنه که در عبادت به زمین نیفته. خب بالایش اگر غلبه کرد که به زمین نفته. گفت دور کنین رسمان رو، در دین قدر سختگیری وجود نداره. این شما هست که دل ملول میشن، الله دل ملول نمیشه. این شما هستن که کسل میشن، الله کسل نمیشه. این شما هست که تنبل میشن، الله تنبل نمیشه. به هر اندازه‌ای که توانایی داشت نماز بخون دیگه، بخواب. تو رو نگفته که تو در شب خود رو در ستون بسته که نماز نفل، به خاطر نماز نفل خود رو در ستون بسته کردگی باشی. این رسمان رو در گردن پرتو که اگر مرا خواب برد در گردنم رسمان بمانه که باز من شیو نفتم، پایین نشم. 3 صحابی نزد عایشه صدیقه رضی الله عنها آمدن، از عایشه پرسان کردن از عبادت رسول الله، که رسول الله چه قسم عبادت میکنه. از عبادتش بیان کرد، گفت رسول الله این قسم عبادت میکنه، نمازش این قسم است، روزهش این قسم است. در مورد زندگی خانوادگیش گفت. اینها عبادت رسول الله رو کم فکر کردن، در حالی که عبادت رسول الله مقسم که در اسلام بیان شده مقسم است. اینا گفتن، گفتی قسم اگر باشه، یکش گفت من منبت تمام روز ره روزه میگیرم، هیچ دیگه افطار نمیکنم تا زمانی که از دنیا نرفتم، هر روز روزه میگیرم. این گاهی اوقات که میشه ما دیگه اشتباه میکنیم، ما تقور اشتباه میکنیم، مسیر تقور اشتباه میریم. دیگهش گفت من دیگه هر شب از ابتدای شب تا به انتهای شب ما باید نماز بخونم، دیگه اصلا من نمیخوابم. 3 گفت من ازدواج نمیکنم. رسول الله زمزمه اینها را میشنوه، گفتی گپا را شما زدن؟ گفت آه. گفت من از شما کرده با تقواتر هستم، من بیش از شما از خدا میترسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه ولی من هم روزه میگیرم هم افطار میکنم، من یک حصه شب را میخوابم، اخیر شب را من بلند میشم برای خدای خود استاد میشم، عبادت خدا رو میکنم و ما ازدواج هم کردیم. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت ما روی بگردان از جمله امت ما نیست. ابتدای شب را بخور، اخیر شب بلند شو برای نماز، یک روز روزه بگی، یک روز افطار کو. اگر خیلی انسان میخواد تقوا بشه روزه داوود علیه السلام را بگیره، یک روز افطار میکرد یک روز روزه بود، یک روز افطار یک روز روزه. اگر نتونستیم تواناییش را نداشتیم دوشنبه و پنجشنبه، اگر او را هم تواناییش را نداشتیم در ماه 3 روز، تاریخ 13، 14، 15
که رو ایام البیز میگن. اگر ایرم توانیشو نداشتم فقط یک روز رو برات انتخاب کن، انتخاب نخیر که باز بدعت میشه. هر وقت دلت شد بگی روز، هیچ مشکل نداره. یک روز منتخبه باز نباش که تو فقط روز جمعه رو همیشه روزه بگیری یا روز هفته رو همیشه روزه بگیری، اشتباه هست. در نفلیات انتخاب و الزام به بدعت کشانده میشه. در نفل اگر کس الزام میکنه بالای خود لازم میگردانه نفل را، ای به بدعت کش میشه. مثل فرض اگر فکرش میکنی بدعت شد دیگه. ولی ما گاهی یک عمل را انجام میدیم به عنوان به عنوان ثواب رسول الله، از دید رسول الله مردود هست، به عنوان ثوابش انجام میدیم. هر شب از ابتدای شب تا به انتهای شب عبادت اشتباه هست. یک زن نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم گفت یا رسول الله، گفت شوهر ما هیچ طرف ما توجه نداره، هیچ توجه نداره، از ابتدای شب تا به انتهای شب به نماز مصروف است، از طرف روزم روزه داره. این رسول الله شوهرش را خواست، گفت چی کار را شروع کردی؟ گفت ولی جسمی که علیک حق، جسمت باید حق داره که باید تغذیه شوه، ای باید آرام شوه. ولی عینی که علیک حق، چشمایت باید حق داره که باید بخوابی آرام شوه چشمایت. ولی زوجی که علیک حق، زوجیت باید حق داره که با اون کم گپ بزنی، با اون تبسم بکنی، با اون قصه بکنی. ولی زوری که علیک حق، و کسی که زیارت تو رو میکنه اون باید حق داره، و کسی که از تو احوال پرسی میکنه باید حق داره. حق اینها رو بدن، تنها حق حق خدا نیست که فقط در عبادت خدا مصروف باشه. حق انسان ها رو الله متعال اکثریت اوقات پیش از حق خود بیان کرده. ولی ما یک عبادت رو انجام بدیم، نه امی عبادت باید 100% انجام داده شوه، خانم از ما خفه، برادر از ما خفه، دوست و رفیق از ما خفه. این رو عبادت گفته نمیشه، یه تقوی است که رسول الله تقوی نداشته. قوم نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم آمد گفت یا رسول الله، برای ما یک امام انتخاب کن که نماز ما را پیشوا باشه، مقتدا باشه، احکام دینی ما رو برای ما بیان بکنه. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم یک صحابی را انتخاب کرد، گفت من بعد امام شما هست. رفت در مسجد برای اینها نماز رو اقامه کرد. یک هفته و دو هفته گذشت که نماز بالا اینها سخت شد. ایمولا امام سب نماز را درو دراز میخونده. دیگر روز چند تن نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت یا رسول الله، خو نماز را ایمولا امام آنقدر دراز میکنه که در ما خسته میشه. امام را خواست، گفت انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. حتی در ادامه حدیث قبل از حدیث میگه شما مردم را از دین متنفر میسازین. در نماز استاد هستم، در یک رکعتش سوره واقعه بخون، در دیگر رکعت سوره الرحمن بخون، خو نفس انسان کشیده میشه دیگه. حالت مردم را در صف مد نظر ببینید که یک انسان ریش سفید در اینجا وجود داره، مریض وجود داره، کسی از حاجت داره. خصوصا نماز در داخل شهر و در اطراف فرق میکنه. در اطراف مردم وقت دارن، در شهر مردم و کاروبار دارن، دکانش به طور مثال بازکردگی است، و میای در مسجد نماز اینجا در نماز و عمت سالون در یک رکعت و نازیات را در دیگر رکعت. حتی رسول الله برای صحابی میگه که والشمس و ضحاها و سبح اسم ربک الاعلى، برای چی است؟ حتی در یک روایت میگه قل یا اهل الكافرین، برای چی است؟ ما در نماز استاد هستیم، در نماز صبح شبهای تابستان کوتاه، در نماز صبح سوره الرحمن قارص محترم میخوان، اشتباه هست نکه یک کار را متوجه. حتی رسول الله در نماز صبح قل یا الکافرون هم خوانده، ولی ما باید ما نمیه که ما خوانده باشه میره. میگه در فقه گفته که باید 100 آیه باید بخونی، باید نیست. ما ایره سخت کردیم. رسول الله میگه رنگ چهرهش تغییر کرد که شما مردم را از دین متنفر میسازن. در این صف مریض وجود داره، در این صف یک کسی که در شفاخانه یک مریض داره عاجل می در پشت نماز استاد میشه، در پشت مولا امام استاد میشه، نماز رو آنقدر سخت میکنه بالاش که مریض شاید اونجا به تکلیف شوه. رسول الله از این کار رو منع کرد که نباید تو کار رو انجام بده. و دیگه از آسانی های دین، نماز مکان مشخص نداره. در خانه سنت تر خوانده میتونی، فرضش در مسجد خوانده میتونی، هیچ پروا نداره. اما در دیگه ادیان باید در کلیسا عبادت کنی. این هندوها در دیگه جای عبادت کردن نمیتونن، باید برون در امثال خود باید عبادت کنن. مسیحی ها در دیگه جای عبادت کردن نمیتونن، باید در کلیسا برون، از اسلام میتونی. یکی از خصوصیات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است که جعلت الارض مسجدا و طهورا. این مسجد زمین برای من مسجد گشتان نشده، هر جای زمین که سجده کردن جواز داره، هیچ پروا نداره. یه از آسانی های دین هست.
این بود بخش عبادات که یک کمیش اشاره کردیم. در بخش ازدواج هم آسانی ها مد نظر گرفته شده. در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم مسئله ازدواج آسانترین مسئله بود، ولی امروز سختترین مسئله شده. امروز ازدواج کردن برای جوانها ای تو معنا هست که انتخاب جهنم، جهنم را انتخاب کردن، دوزخ را انتخاب کردن به اندازه سخت شده. آنقدر سختش کردیم که برای جوانها یک نوع هیولای وحشتناک معرفی شده. ازدواج که میگه نوع دلهوره و ترس برشان ایجاد میشه، ولی در دین ما رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم خیلی آسان گرفته. دخترهای ما در خانواده تا به سن 30 سالگی ماندگی هست. میگم نه نوز خورد است. جوان ما توانایی از این داره که باید ازدواج بکنه، خصوصا در این تو شرایط باید به زودترین فرصت زمینه ازدواج برای جوان ها مساعد شود. ولی ما میگم نه نوز خورد است، درسایش مانده و فلانش مانده و فلان و فلان فلان، به این قسم بهانه ها را جور کرده رو هستیم. باز اگر کدام روز کار مخالف شریعت را انجام داد، به اصطلاح کدام گل را به آب داد، باز وقت افسوس میکنه که اشتباه کردم. نخیر، پیش از که اشتباه کنی غمش را بخور. ما ازدواج را سخت کردیم بالای مردم، از خواستگاری گرفته تا به روز عروسی را داماد غم خون میخوره. وقتی خواستگار میره یک کس، یک جوانه برای خواستگاری، او طرف خانواده میگه ولی یک دفعه اگر ما قبول کنیم مردم ما را چی خواهد گفت، مردم ما را چی خواهد گفت. ما یک عالم زندگی خود را، تمام زندگی خود را به این خاطر خراب کردیم که مردم چی خواهد گفت. اگر میخواین که آزاد زندگی کنن، آسان زندگی کنن، خوب زندگی کنن و راضی باشین از زندگیتون، پشت برداشت مردم نگردن که مردم چی میگه. مردم هر چیز میگه. او روز یک در یک درس یادآوری کردم، اگر مجرد باشی یک نفر برات میگه چرا مجرد هستی، اگر ازدواج کردی میگه چرا ازدواج کردی، اگر ازدواج ده اولاد دار شدی، اگر دختر بود میگه چرا دختر به اصطلاح تولد کرده روان هستی، اگر همیشه پسر باشه میگه چرا دختر نداری، اگر زیاد اولاد کرد میگه چرا زیاد اولاد داری، اگر نداشته باشی میگه چی بلات زده، به اصطلاح چی بلا زده تو را. هیچ گاهی از گپ مردم خلاص نمیشیم. امام احمد حنبل رحمه الله میگه، میگه من زمان رضایت الله را درست دریافتم که رضایت مردم را ترک کردم. مردم از تان راضی نمیشه تا زمانی که در نفع مردم کار بکنه، خوب در خدمتتان هست. روزی که مخالف طبیعت مردم گپ زدن میگن نه من نگفته بودم. تا زمانی که موافق طبیعت مردم رفتار کنه، خیلی تو را دوست داره. یک روز که مخالف طبیعتش برخورد کرده، دیگه اگر 20 سال همراهش نیکی کرده باشه قطع رابطه هست. از الله یک قسم معامله نیست. سالها گناه کرده باشه با یک توبه و استغفار عفو هست. به خاطر این مردم ما زندگی خود را خراب کرده. او طرف خسرو سب بر داماد میگه، از طرف ما 3000 مهمون است دیگه، باقی مانده مربوط خودت میشه، خود هر چقدر مهمون داریش مشکل نداره. از طرف ما 3000 نفر بگی، 2000 نفر از طرف ما بگی، دیگه مهمونای خودت مربوط خودت. 3000 مهمون را داماد چه قسم نان بده؟ ما کارت را چاپ میکنیم، کارت را در مسجد برای اهالی مسجد توزیع میکنیم که دوستایتون بخواین. کی گفته که بخوا؟ یک ده کارت به چیزای گوسفندای ما میشه، به اون تقسیم کنه که نام مردم را دعوت بکنه. اشتباه کرده. یک روز عبدالرحمن میلیونر صحابه است، عبدالرحمن به اصطلاح ما و شما، عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، یک روز در نماز صبح اشتراک میکنه. در نماز صبح میه که لباسش یک کم رنگ داره، لباس خیلی زیبا پوشیده، لباسش رنگ شدگی است. رسول الله سلام میگرد، میگه عبدالرحمن لباس چرا پر رنگ است؟ گفته می شب شب ازدواج می بود، وقت عطر نبود که رنگ، عطر بود رنگ دار به اصطلاح، رنگ لباس خانمش به لباس خودش انتقال کرده بود. گفت ازدواج کردم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله خبر نداره از ازدواجش. آله اگر ازدواج ما کسی خبر نشه، چرا ما خبر نکردی؟ قطع رابطه است، چرا ما خبر نشد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم دختر خود به ازدواج میده، ابوبکر و عمر خبر نداره. اونها گله نمیکنه که چرا ما خبر نشدم، در کارت نوشتن مرا چرا خبر نکردی؟ عجب فرهنگی در بین موجود داره. باید در این کارت چشم براهان چرا نام من نوشته نیست. جنازه حتی کسی که جنازه کدام جای اعلان میشه، به این خاطر نفر خفه شده که در جمع از دوستان ما چرا نوشته نیست. نام من در تلویزیون گرفته نشد، نام در رادیو گرفته نشد. جالب است والله. اینقدر سخت کرده میگه پره.
بعد از وقتی که ازدواج میشه، مسئله ازدواج این منعقد میشه، تا به ازدواج را بیشترین مصرف در خود ازدواج نمیشه، پیش از ازدواج هست. اقاب نوروزی هست، اقاب عیدی هست، اقاب زمستانی هست، ای خیشی هست، ای فلان هست، هیچ کدامش در اسلام وجود نداره. ما جورش کردیم. آسانترین رای حلی هست امروز ازدواج که فردا 20 نفر بخواه ازدواج ولی مکو برشان بس خلاص، نیو ازدواج هست. اسلام میقدر آسان هست. ما ایره در 3 سال ایره به 3 سال و 2 سال میکشانیم، به سختی ها میگیریم داماد و عروس را یا خانواده دو طرف را، یک عالم مشکلات ایجاد میکنیم بر مردم. یعنی میتوانیم حتی میرم نمیتونیم که ما هم قسم یک ازدواج بکنیم، نه مردم چی خواد گفت. جوان ها اگر قصد ازدواج دارن توانای ازدواج ندارن، فقط هم دوستای هم سنفی های مکتبتون رو دعوت کنن بر ازدواجتون، هم سنفی های مکتب بس خلاص دیگه، هیچ کس بگذار کار مرد هر کس خفش و پروا نداره، چون که امی عنعنه و می فرهنگ باید در بین مردم چی شوه؟ نهادی نشوه. ولی ما میگیم نه مردم خفه نشوه. مردداری ما قدر مشکلات داره، امی قدر مشکلات از این بالاتر و بالاتر. یک نفر میمره مردم از او غم بری مرده نداره، غم بری مشکلاتی از داره که چقدر مشکلات پیش خواد شد. ما باید از افدر خود پیسه بگیرم، پول بگیرم، چند هزار قرض بکنم، 50,000 قرض بکنم که ما باید ختم بگیرم. کی گفته که ختم کن؟ این ختم خصت فسدی نیست؟ باز مردم میه در خانه مرکزی که مرددار هست دریجه جمع شدن بر شکم خود، غم شکم خود خورده روان، در حالی که تا 3 روز خانه مردن آن خوردن جواز نداره. ما میخوریمش. ما دین را سخت کردیم، سر خود را سخت گرفتیم. زن نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گفت: یا رسول الله، ما خود به تو بخشش کردیم. با می زبان در جلسه رسول الله نشستگی، صحابه نشستگی است، گفت: یا رسول الله، ما خود را به تو بخشش کردم. منظورش این است که ما ازدواج میکنیم هر چی که میخوای. برای صحابه میگه کی با یکی ازدواج میکنه؟ از ما شما خویی گپا گشوه، او چقدر بی غیرت بوده، چقدر بی همت بوده، این کار را چطور کرده؟ محیط رو میگه خود زن در مجلس رسول الله داخل میشه، من خود را به تو بخشیدم. برای صحابه میگه کی ازدواج میکنه؟ با یک صحابه دست خودم نگه، میگه من ازدواج میکنم. خیلی آسان، عادی، بدون تکلف. او میگه یا رسول الله، من ازدواج میکنم، خود توانایی ازی را ندارم که من بر مردم نان کنم، یک ولیمه خیلی کوچک. رسول الله عادی به زودترین فرصت برای عثمان و عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهما میگه زمینه یا روسیه نیولا، اینها رو مساعد کن، ها پولدار بودن. گفت درست، سراسی خلاص شد تمام و دختر به عقد نکاح و جوان در آمد. چقدر آسان هست، ولی ما سر خود سخت میگیریم، ما سر خود سختش کرده. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین نکاح و نمونی که است که آسان باشه، آسان باشه. ما تو فکر میکنیم که در نماز روش رسول الله را تعقیب کرد، این خیلی خوب درست است، خوب گپ است، اما در دیگه موارد باز ما راه رسول الله را تعقیب نمیکنه، اشتباه میکنه. در مسائل ازدواج اصلا این گپا را مد نظر نمیگیریم. اینمی کار را باید نهادی نشوه، باید این رسمی انجام داده شوه، پشت گپای مردم نگردن که زندگیتون خراب میشه. این را باید مردم بفهمه. کارت باید میگه کارتای 50 قیمتش 50 وان است، چرا داره کاغذ سفید برو جور نمیکنه؟ چی گپ است؟ بد معلوم میشه. نه مردم ما رو چی خواد گفت. عروسی باید ده فلان تالار و فلان هتل حتما باشه، حتما باید باشه. مردم چی خواد گفت؟ ولی زنها خفه میشه. ما کل کار ما، زندگی ما ربط به مردم داره، به مردها و زنها داره، به فلان دوست داره، همه ما خفه میشه. یا یک کسی خواستگاری میره یک جایی، ما اجازه نداریم، یک دفعه خاله سب چی میگه؟ خاله اصلا اینجا تعلق نداره که اینجا خاله نظر بده، اما حق نظر دادن نداره. یک مشوره حق داره که مشوره خوب بده، ولی نه، به خاطر ازو ازدواج را پس نندازن، به خاطر ازو که فلان نفر ازدواج و فلان نفر ازدواج، به خاطر فلان نفر تاخیر شوه. یا ازدواج نمیکنه به خاطر چی؟ دیه هفته پدرکلان ما وفات کرده بود، دیه هفته در اخیر هفته ازدواج نمیکنه، پدرکلان ما وفات کرده. حتی من خبر شده میری شنیدم سال آینده، یعنی وقتی که سالگرد یک پدرکلان گذشته، در سال آینده عروسی برابر شده، میگه نخیر، در فلان سال گذشته دمی هفته پدرکلان ما وفات کرده بود، الان ازدواج خوب نیست که ما ازدواج کنیم. چه خوب دین را اینقدر پنداندیم برای مردم، سخت کردیم برای مردم. مردم که به دین وارد بشه از احکام دین استفاده میکنه، فکر میکنه که به زندان انداختش، ورنه خیلی آسان هست. و در مورد معاملات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله چی میفرماید؟
میگه الله مطالب بالای زو انسان رحم بکنه که در بیع و شرای خود آسانگیری مد نظر میگیره. خداً سر زو انسان رحم بکنه. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنه که در بنی اسرائیل یک انسانی بود، یک شخصی بود در بنی اسرائیل، یک تاجر بود. ای بر زیر دستای خود وقتی که قرضا رو جمع میکرد دستور میداد که شما وقتی که بر کدام قرضدار میرین قرضتان رو میگیرین و قرض ما رو میگیرین، اول حالت شما در نظر بگیرین، اگر سخت بود در حالت تنگنا قرار داشت، در سختی گرفتار بود، قرض به تأخیر بیندازین. اید قرآن کریم اومده و این کان ذو عسره فنظره الی میسره و انت صدق خیر لكم. اگر کدام سخت انسانی که بود در سخت تنگنا قرار داشت، میگه شما برش آسان کنین، او رو مهلت بدین، و اگر برش بوشن ای برای شما خیر است. رسول الله میگه در بنی اسرائیل ای تو یک انسان بود، الله متعال با این قسم معامله کرد که وفات کرد، تمام گناه های شعف کرد، بالای که بخاطر که بالای مردم آسانی میکرد. ما در تجارت خود چقدر سخت گیری میکنه، ولی رسول الله میگه الله رحم کنه و کسی که بالای و کسی که در بیع و شرای خود و در اقتضای خود، این در فیصله کردن خود بالای مردم آسانی میکنه. پس این بود از آسانی های دین و از آسانی های اسلام. دین را نه در عبادت، نه در معاملات، نه در معاشرات، نه در اجتماع و نه در حالت انفرادی خود دین را سر خود سخت نکنه. امو قسمی که دین بیان شده امو قسم بگیرمش از او اضافه‌تر، اضافه صوفیگری به اصطلاح نکنیم، به اصطلاح خود ما شما تقوای اضافه برای خود ایجاد نکنیم، والله ثواب نداره. اگر خود سر خود سخت میگیریم که باش، اگر ثواب کسب نداره ثواب گناه داره. بسی بود در بخش عبادات و معاملات و ازدواج و معاشرت و زندگی. روز اول درس بود از همایش و همدلی و مهربانی. فردا موضوع دیگه، شاید انشاءالله سلامت صدر و سلامت قلب و نقش آن در تحکیم اخوت، یکی از استادای دیگه تشریح خواد کردن یا خود ما تشریح خواد کردیم. خودتانم دعوت هستین، دوستایتانم دعوت کنین، ساعت 6:30 حاضر باشین. الی 7:30 بجای صبح درس ما جریان داره. همین درس برای ما هم ورزش میشه، هم فکر ما باز میشه، هم ما یک کسی میباشیم که شخص دیروز نیستیم، ما یک کسی دیگه هستیم. شما دیروز یک شخص دیگه بودین، امروز شخص دیگه هستیم. در اخیر یک حدیث رو براتون بیان میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایه، میگه الله میگه، حدیث قدسی هست، وجبت محبتی للمتحابین فیه والمتجالسین فیه والمتزاورین فیه والمتبادلین فیه. میگه محبت ما واجب شد برای او کسایی که به خاطر ما با یک دیگه می نشینن، به خاطر ما زیارت یک دیگه می کنن، احوال پرسی یک دیگه می کنن، به خاطر ما بالای یک دیگه مصرف می کنن و به خاطر ما یک دیگه دوست دارن. ما شما کدام رابطه نسبی نداره، کدام رابطه خیشاوندی نداره، ما شما به خاطر الله جا جمع شدیم. الله میگه وجبت محبت، محبت ما بر اینها واجب شد. پس این محبت مبارکتان باشه. این روز اول درس بود، فردا 6:30 بجه با دوستا و رفقایتان حاضر باشن. کسایی که فیسبوک داره از طریق فیسبوک دوستایتان خبر کنن، کسایی که همسنفی داره، کارمند داره، رفیق داره، در خانواده کدام به طور مثال پسر کاکا و پسر ماما و پسر خاله، کسا را دیگه دعوت بکنن. آمین برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين الحمد لله رب العالمين عاقبة المتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الاسقام. وصلى الله تعالى على خير خلقه. فردوخ ان شاء الله حاضر خط بود ان شاء الله. ششونیم